با سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزان. دوستان، من یک زمان شرکت خدماتی داشتم، البته خیلی گسترده شروع کردم کارو با 40-50 تا پرسنل. همه کارا رو کردم، روز اول پرسنل جمع کردم، گفتم دوستان ما قرار تو خونه مردم بریم. کارم تعمیر لوازم خونگی بود، از تلویزیون، یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تمام لوازم خانگی تعمیر میکرد. گفتم اصلا یه خواهش دارم، اونم این هست که جوری با مشتری رفتار کنید، جوری کالاش تعمیر کنید. فرض کنید یخچال رو تعمیر کردید، موتورش عوض کردید، بعدنش هم یه پولیش بزنید، نوارش هم خراب عوض کنید، پولش هم نداد، اشکال نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشتری از ما یه خاطری خوش داشته باشه. بعد از اینکه یخچال، تلویزیون، وسیلش رو تحویل دادیم، سالیان سال که میبینه از ما خاطری خوش داشته باشه، یادی از ما که میکنه با لبخند بکنه. و هفته یک بار با بچه هم صحبت میکردم و جالبه که این شرکت واقعا رشد داشت. آقای خامنه‌ای، مسئولین قوه قضاییه، مسئولین قوه مقننه، مسئولین قوه مجریه، سرداران سپاه، شما چه خاطره خوشی واسه ملت گذاشتید از 37 سال گذشته؟ چه خاطره خوشی؟ به خودتون فکر کنید، یکم فکر کنید. دانشگاه ها رو میخواید بگید؟ گزینش ها رو میخواید بگید؟ هنوز که هنوز اون فارغ التحصیل شدن تنبدرشون میدرسه اسم گزینش که میاد با ترس و لرز. جالبه که کشور ما تنها کشوری در دنیاست که دانشجو رشته انتخاب نمی کرد، رشته دانشجو انتخاب می کرد. توقع چی داشتیم بعدش از دانشجو؟ با استرس، با استراب. ماشین سرسواری زیر پاشون رو بنازن بهش، مسکن رو بنازن بهش، اجاره خونه ها رو بنازن بهش، کدوم یکیشو؟ پول نفت رو بهش بنازن، سرسفر مردم اومد. شغلشونو 95% شغلهای مملکت ما در کشور ما یا قرارداد پیمانی هستن، هیچ کس تامین شغل توی مملکت نداره، از اون وزیر تا وکیلش نداره تا مردم عادی برسه. وقتی کس تامین شغل نداشت هیچی نداره، امنیت شغل میشه زندگی. زن از مرد تو زندگی امنیت میخواد، مرد از زن آرامش. مسببش کیه؟ آها، چه خاطره خوش در ذهن مردم گذاشتید. معلوم جنگی رو بگم، همه رو ولشون کردید، جانبازار رو دیدید ولشون کردید، خونه شهدا رو ولشون کردید، یک قشر خیلی کمی رو نگه داشتید که اونها هم علت داره که بتونید در کنارش بخورید، سوء استفاده بکنید. وگرنه بنیاد شهید، بنیاد جانبازان دیگه اینا یک فقط دکور هست، فقط به خاطری که بتونید 10 نفر نگه دارید 90 تا رو برش استفاده بکنید. از چه پاسپورت نگه داشتید؟ از چه ایرانی نگه داشتید؟ ایرانی که صبح میرفت پاریس خریدشو میکرد، زور نهار میخواد، شب برمیگشت. تو تمام دنیا ایرانی ها رو پول ایرانی رو میخریدن، 1000 تومانی ایرانی میخریدن، اینا رو حفظ کردید. دین اسلام رو نگه داشتید، دین شیعه رو نگه داشتید، حیثیت دین رو بردید. الان چقدر نماز خون داریم، چقدر روزه بگیر داریم، چقدر معتقد داریم؟ وجدانم اگه وجدانی دارید، البته رو سخنم بیشتر با شما نیست، شما دیگه دستون در رفته. زیر مجموعه رو میگم، زیر مجموعه رو میگم، بچه سپاه، بچه اطلاعات، نیروهای دیگه رو میگم. واقعا به خود فکر در سیاست چه کردم، چه خاطره خوشی واسه ملت گذاشتم، کجا گذاشتن؟ امید به آینده رو میخواید بگید؟ دهه 60 رو میخواید بگید؟ دهه 70 رو میخواید بگید؟ ازدواج ها رو میخواید بگید؟ طلاق ها رو میخواید بگید؟ کدوم یکی شما؟ نه اصلا بیام آمار زندانی ها در نظر بگیریم. 11 میلیون پرونده قضایی داشتن نتیجه کار شماست، فرهنگ سازی شماست. زندانی ها رو میخواید بگید؟ زندانی مبنا زندانی و بزرگ زندان دنیا رو دارید میسازین شما. زمان شاه بدبین ترین انسان ها میگن که آدم ها میگن که 440 تا اعدامی داشتیم در طول زمان. شما شبیه 1000 تا هم اعدام کردید.
چرا طرف میره مواد مخدر جابجا میکنه اعدامش کنید؟ این از شعار بیکار، از بدو خلقت و آخر دنیا. این از شعار بیکار، دزدی و قتل و غارت. دزدی و قتل و غارت دامن خودتون هم گرفته و میگیره. فروش کلیه ها رو در نظر میگیرید. حالا جدا به کبد و چشم اینا رسیده، قرنیه چشم رسیده، سرتون بالا بگیرید، سرتون بالا بگیرید. دریای خزر رو حفظ کردید، با درچه ارومیه چه کردید؟ مردم قبل از انقلاب یاد درچه ارومیه چی بود؟ الان هم میبینم. کجا رو بگم؟ منابع آبهای زیرزمینی رو حفظ کردید، کدومی که شو بگم؟ چه خاطری خوش واسه ملت گذاشتید؟ دزدی های میلیارد میلیاردی رو بگیم که او که طبیعه او چیز یه نرمال شده واسه مردم. فحشا به 14 سال رسیده رو بگیم، مواد مخدر رو بگیم تو مردم، کدومی که شما خواهم بگیم؟ کجاییست یه جای سالم توی مرکز شما گذاشتید که مردم یه خاطر خوش داشته باشند؟ دهه 60 و دهه 70 که زمان شاه رو ندیدن، چرا اینقدر خوب یاد میکنند؟ چون پدران و مادران و پدر بزرگاشون میگن، چون اونها میگن هر جا رو دست گذاشتن، حتی وقتی میگن ساواکی ها بودن، ارتشی ها بودن، میگن مادر من، پسر من، دختر من، اونها وطن پرست بودن، کاری میکردن واسه مملکت میکردن. اما شما واسه کجا میکنید؟ لبنان آباد کردید ناز شستتون، آفریقا رو آباد کردید ناز شستتون، ملت خودش چی؟ میفهمی زن شوهردار رفتن تن فروشی کردن یعنی چی؟ میفهمید؟ نمیفهمید. هر بری گفتن این ندارم.